بفرمایید. آقای جهانگیر گلزار سخنرانی دارن با موضوع تحریم فعال انتخابات. من سلام دارم خدمت شما عزیزان مجددن، خانم ها و آقایان، و خیلی تشکر از شما که کار من رو ساده کردید. در حقیقت موضوعی که من هم میخواستم بشه پردازم به مقدار زیادی شما پرداختید و اون قوانینی است که جمهوری اسلامی داره برای اینکه قدرت مطلقه بده به ولایت فقیه. من صحبتم از اینجا شروع میکنم که وقتی ما میخواییم یه چیزی رو انتخاب بکنیم، در حقیقت چه عملی انجام میدیم در لحظه انتخاب؟ مثلا اگه من میخوام برم یه خریدی بکنم، یه جنسی بخرم، اونجا من باید چه چیزی داشته باشم؟ من باید از در واقع از استقلال مالی برخوردار باشم؟ اگر استقلال نداشته باشم نمیتونم انجام بدم. استقلال نظرم باید داشته باشم، یعنی من باید تصمیم گرفته باشم چه کاری میخوام انجام بدم. اگر استقلال رأی نداشته باشم، خب من خرید نمی کنم، این شمایید که به من میگه چی بخر. اگر من بخوام یه خرید بکنم، در موقع خرید من باید آزادم باشم که بتونم انتخاب کنم. اگر آزاد نباشم چه شکلی میتونم بین این کالا و اون کالا انتخاب کنم؟ پس بنابراین هر کسی که میخواد انتخاب کنه از دو حق باید برخوردار باشه در هر شرایطی، آزاد باشه و مستقل، یا از استقلال برخوردار باشد و آزادی نوع انتخاب خودش. و هر کسی تو زندگی خودش هر وقت میخواد تصمیم بگیره باید ببینه که واقعا من مستقل هستم در لحظه تصمیم؟ آیا من آزاد هستم در نوع انتخاب یا نه؟ اگر نیست که دیگری برای من یا در سانسور من رو مجبور کرده، یعنی شما این نظام که الان در انتخابات در شده و مردم اکثریت جامعه ایرانی اون رو تحریم کردن، اون هم میاد اشکال مختلفی رو در اختیار میذاره، میگه شما به این آدم ها میتونید رأی بدید، خب، و در حقیقت میگه شما حق انتخاب دارید، در صورتی که انتخاب کردن حق نیست. انتخاب کردن وسیله ایست برای رسیدن به حق حاکمیت. خودش که انتخاب کردن که چه حقی است؟ حالا انتخاب نکنم از حق حیات من چی ساقط میشه؟ هیچی. ولی از این وسیله وقتی میخوام استفاده بکنم باید حقوق من باشه، یعنی از استقلال و آزادی برخوردار باشه. حالا در جامعه ما متاسفانه روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط تحصیلی به گونه ایست که از این دو حق سعی میکنن آدمها رو خالی کنن. فقه هم همین کار رو میکنه. فقه تکلیف مدار است، یعنی راجب حقوق هیچ حرف نمیزنه. شما تا حالا دیدید که مثلا یه حالا مرجعی یا هر آخوندی بیاد بگه که انسان دارای حق هست، خداوند به حق قسم داد که شما به عدالت عمل کن، هیچ وقت نمیاد بگه، حرف از حق نمیزنه. میاد میگه شما یه سری تکالیف دارید. تکالیفم کی تعیین میکنه؟ من تعیین میکنم. این همین نظریه استبدادها، در خانواده میگن پدر خانواده باید تعیین تکلیف کنه. مادر میگه اگه این کار نکردی وقتی بابات اومد بهش میگم که تکلیفتو مشخص کن. پدر میشه عامل قدرت و زور و خشونت. همینطور که از پلیس هم همین کارو میکنن. اکثر مردم پلیس نمایندگی چیه میکنه؟ نمایندگی خشونت میکنه دیگه. شما میگه اگه این کار نکرد به پلیس میگم که بیاد پدرتو در بیاره، نمیگه بیاد اون شما رو بگیره ببره به یه مرجع قضایی که در اون مرجع قضایی به کار شما رسیدگی بشه. پس بنابراین ما وقتی میخوایم انتخاب بکنیم از این دو حق باید برخوردار بشیم. حالا آیا در جامعه ایران، من به صفت شخصی بعد از اولین ریاست جمهوری در ایران که در اونجا انتخابات آزاد بوده، 323 نفر خودشون رو کردن کاندیدا بدون که بگن کسی حذف بشه. آقای رجوی خودش گفت من شرکت نمی کنم. چرا؟ چون گفتن شما به قانون اساسی رأی ندادی. وقتی ندادی اگر انتخاب بشی چی رو میخوای ازش به اصطلاح بری پشتیبانی کنی؟ با اینکه بهش گفتن با این حال میتوانی، گفت نمیخوام شرکت. اینم هست که گفتن بهش که میتونی شرکت. حالا
در اونجا یه آزادی بوده، 9 نفرم شاخص اصلی بودم. شما تصور کنید با مدت زمان بسیار کوتاهی بعد از اولین انتخاب و نمایندگی مجلس که آقای خمینی گفت برید شما که نتوانستید در ریاست جمهوری به قدرت برسید برید مجلس رو بگیرید. یه صحبتی هم هست با خودیاش میکنه که این فیلمش هم تو یوتیوب هست که در سال 59 پیشنهاد میده. نمیشه گفت که شما اولین ریاست جمهوری دفاع از حقوق انسان میکنه، رشد جامعه میکنه، این کسی است که مخالف حوزه به اصطلاح نظام فیضی است، بعد یه دفعه چند ماه بعد این ملت میگن نه نه ما میریم به تمام نمایندگان رای میدیم که حزب جمهوری اسلامی سر قدرت. این دوتا با هم دیگه همخوانی نداره. خب حالا از اون تاریخ به این طرف من خودم به شخصه و دوستان من همیشه تحریم کردیم انتخابات. به چه دلیل؟ به این دلیلی که در اونجا اون حداقل حتی آزادی هم نیست برای انتخاب. بین یک بد و بدتر یا بین 2 نفر همیشه به ما میگن کی رو انتخاب کنیم. شما به خوبی در صحبتتون گفتید که وظایف به اصطلاح این سیستم چه شکلی است. شما هر کاری که بکنید در یک سامانه انجام میدید. مثلا منزل شما یک سامان است، یک مجموعه است. شما به مجموعه روابط خانوادگیتون نگاه میکنید، یک نوع تصمیم گیری میکنید که از هم داغون نکنه این سیستم رو. فوقش زن و شوهر با هم به تصمیم میرسن که از این روابطی که الان داریم بریم یه چیز به فراتر از این، یا اینکه بعضی چیزا مانع زندگی ماست میپذیریم از این بعد نوع دیگری زندگی میکنیم. در سامانه‌ای که به وجود اومده در سیستم جمهوری اسلامی یه چیزی هست، ما همه چیز رو امروز می‌بینیم. یک دوران تاریخی 40 سال گذشته، 41 سال الان گذشته. یک دوره است که آقای خمینی در پاریس، ایشون تمام اصولی که به استقلال و آزادی وطن هست هر روز تکرار می‌کنه. زن آزاد است در تحصیل، در پوشش، در داشتن شغل، حتی رئیس جمهور میتونه بشه، میتونه قاضی بشه، همه چی. احزاب همه آزاد هستن، ادیان همه آزاد هستن، نمایندگان آزاد هستن، روحانیت ما اصلا من اجازه نمیدم کسی شرکت کنه. من میرم در قوم روحانیت در سیاست شرکت نمیکنه، دخالت نمیکنه. اینا همشو هر روز تکرار کرد. این ملت هم خب خیلی حساس بوده. جامعه جوان امروز میگه پدران ما خیلی و مادران ما آدمای مثلا کودنی بودن، اشتباه بزرگی کرد. نه، اعتماد کردن به حرف یک مرجع تقلیدی که مرجع طبق سنت ایرانی حرفش دوتا نباید بشه. به این دلیل میشه مرجع. مرجع که امتحان نداره که آدم ها نگاه میکنه یه آدم خیلی خوبیست و تحصیلات کرده و یه کتاب هم نوشته و هرچی دیگه کلاس درس داره، ولی آدم پاکیست، میشود به او اعتماد کرد. آقای خمینی رو مردم گفتن میشه بهش اعتماد کرد و این قول داده که حرف دوتا نمیشه. من خودم جوان اون دورم، برای من بسیار مهم بود و مخصوصا پدر من خیلی بیشتر حساس بود که نقش آخوند کجاست. روحانیت هم نمیگفت، گفت نقش آخوند کجا خواهد بود. و وقتی آقای خمینی اون یک پیام بسیار بزرگی برای ملت فرستاد که حالا هر روز مردم با کامپیوتر همه چی میتونن نگاه کنن، اون موقع کاست ها تکثیر میشد. من یادمه در میدان ورزشی اصفهان، میدان بعد ازش گشتن تختی، تو زمین فوتبال اینجا مردم تمام زمین پر کرده بودن، همه استادیوم پر، تمام شما اصفهان زندگی میکرد، تمام خیابونای اطراف رو بلنگو کشیده بودن که امروز آقای خمینی، اون موقع هم بهش میگفتن که رهبر یا هرچی یا امام، ایشون قول آخرش رو میخواد بده چیه و ایشون شما یک این میکنیم دو فلان، گفتن نه دیگه مولا درزش نمیره، همه آزاده. چپ ها میگفتن که به رهبریت قبولش داشتن، راست همینطور، همه پذیرفته بودن این آدمی است که میشه روش حساب کرد. خب یه پیشنویسی نوشته شد که شما هم به درستی گفتید در خارج کشور نوشتن، که در اون پیشنویس قانون اساسی که بود اساسش دموکراسی است. یعنی چه دموکراسی؟ یعنی که من شهروند دارای حق و حقوق هستم. این اساسش بود. شهروندان ایرانن که دارای حقوق هستند. هیچ کس
اسمی هم از خمینی توش مطلقا نیست، هیچ شخصی، گروهی، دسته‌ای حاکم بر تصمیم مردم نیست. تصمیم مهمه دیگه، شما اگه تصمیم منو دادن دست شما، شما هر کار دلت میخواد من میکنه، حاکم بر اون تصمیم گیری نیست. پس همه یک دموکراسی است در ایران. خب این پیشنهاد رو آوردن دادم، آقای خمینی پذیرفت، گفت این رو بدون کماکاست به اجرا میذاره، قبول کردن. در ایران که اومدن گفتن که خب همینطور که نمیشه که اینو به اجرا بذاریم، بیایید یک سری آدمهای منتخب مردم بیان و اینها رأی بدن به این قانون اساسی، دست بهش نمیذاریم تا این حقوقمند بشه، یعنی همه بپذیرن. در اونجا آقای منتظری و آیت اینها اومدن یک پیشنهاد دادن که آقای منتظری گفت نه، یک اصلی رو به نام ولایت فقیه میذاریم، اون جایی که شما میگید که در فرانسه و آلمان هم هست، در آلمان 7 حقوقدان قاضی هستن، اینها نظارت دارن بر قانون اساسی. یعنی چه؟ یعنی اگر فردا حق من در چارچوب قانون اساسی به عنوان یک خارجی رعایت نشد، من میتونم به اون دیوان شکایت ببرم. خب باید دیوان رسیدگی باشه، نه اینکه این هر روز منطبق بکنه یا نکنه با قدرت، نه، با اون حقوقی که در قانون اساسی اومده من باید یه جایی باشه که بتونم به اون به کار من رسیدگی کنه. همینطور هست که در آلمان دوره آقای هلموت شمید، نه از میخوام دوره آقای هلموت کول، اونجا اومدن گفتن که یک همه پرسی خواستن بکنن در آلمان. در این همه پرسی 20 میلیون یورو هم گفتن خرج شده، فکر کنم شاید هم بیشتر از این، که کاغذ چاپ کرده بودن و مردم باید پر کنن. دو تا معلم شکایت کردن که در این جاهایی که ما باید علامت بزنیم شما مسائل شخصی من رو هم پرسیدی. به شما چه که راجع به مسائل شخصی من میپرسید؟ مثلا البته اینجا که می‌نویسن دین شما چیست، مثلا دین شما چیست، مثلا این به شما مربوط نیست، عقیده مال منه، از چرا سوال کردی؟ بردم به اون دیوان و اون دیوان رد کرد، گفت همه کاغذا رو دور، از نو چاپ میکنه، مسائل شخصی نباید درش باشه. پس باید یک مرجعی باشه. این مرجع رو اومدن دادن دست آقای خمینی، گفتم اون کسی که میتونه نظارت بکنه، بیشترم تحت تأثیر سیستم کمونیستی به عقیده من قرار گرفتن که اونجا هم یه نفر این کارو میکنه، و گفتن امام اینقدر آدم پاکیست که ایشون نخواهد به صلاح اشتباه کنه و گریز بزنه، این جلوی هر بی‌عدالتی رو میگیره. البته خب بگذاریم که آقای خمینی از لحظه‌ای که وارد ایران شد طبق گفته آقای خلخالی حکم رئیس دادگاه‌های انقلاب رو بهشون داد، و آقای خلخالی در خاطراتش بنویسه که جز افتخاراتش که بیشتر از 500 نفر رو اعدام کرد. پس بنابراین ذهنیت خشونت طلبی در آقای خمینی هست. با این حال پیشنهاد کردن در مجلسی که رفتن که در به این پیشنهاد رسیدگی بشه که این اصل وارد بشه نره، تا اونجا که حافظم یاری میکنه 3 نفر اعتراض کردن که آقای بنی‌صدر یکی از اونهاست، 9 دلیل بر رد ولایت فقیه و این که اگه ولایت فقیه بیاد میشه دیکتاتوری آورده، ولی اکثریت اون مجلس طرفدار این شدن، چون علما رو آوردن وارد مجلس کردن، گفتن نمایندگان بیاری از هر شهری، کسانی رو آوردن که اون سامانه رو از اون موقع ساختن. خب اصل ولایت فقیه که وارد شد 3 کار میکنه ولی فقیه که آقای خمینی باشه. بگذاریم که آقای خمینی 76 بار ضد قانون اساسی عمل کرد که آقای بنی‌صدر بر علیه او شکایت کرد که شما ضد قانون اساسی عمل میکنید. اینها البته تو تاریخ ما متاسفانه، ما یه تاریخ داریم 2 سال اول انقلاب ایران پنهان است و کاملا سانسور، یعنی دورانی است که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه، همه احزاب آزادن، همه روزنامه ها بازن، هر کی هر مقاله میخواد بنویسه، هر کی سخنرانی میکنه، اصلا کسی راجب این دوره حرف نمیزنه. شما از دوران وحشت خرداد 60 بعد از کودتا همه صحبت ها میشه. آقای خمینی 3 تا دونه کار میتونه بکنه. رئیس جمهور رو وقتی مردم انتخاب کردن حکمشو بهش میده، رئیس مجلس رو حکمشو بهش میده، رئیس چیز حکمشو بهش 3 قوه رو ایشون حکمشون رو بهشون میده، کار دیگه میکنه اجازه نداره. با اینکه اجازه نداشت خمینی فرای قانون عمل میکرد. سال 76 چی شده؟ دیگه همه قدرت یه دست دست
روحانیت حاکم و ایران، نه فقط روحانیت، من بسیاری رو میدونم که و میشناسیم خود ما هم که اینا روحانی نیستن، ولی در استبداد پدر جد روحانی هایی که بر قدرت هستن تشنه قدرتن، تشنه قدرت. چند وقت پیش با یکی حرف میزدم، میگفت ما تو مملکتمون نیاز داریم یه چند تا امام حسین داشته باشیم. گفتم ولی امام حسین پیدا کردن خیلی سخته، ولی یزید آدم کش تا دلت بخواد. شما تفنگ و دست یکی بده بگو $1,000 هم بد میدم، فردا میره برده که میکشه. حتی اینکه بگی تو قدرت داری حاضر است به خیانت و فساد. خدمتون عرض کنم که در اونجا اختیارات مطلقه داده شده به رهبر. حالا رهبر رو بعد گفتن انتخاب میکنیم به هر چی دیگه. آقای خامنه‌ای فعلا پادشاه مادام العمر دیگه. شما نگاه کنه 40 سال ما یک سلسله جدیدی داریم در ایران. من بعضی ها میگن که تو چرا نمیگی که مثلا من مخالف جمهوری اسلامی هستم، مینویسی مخالف استبداد فقیه هستم، برای که اینجا اولین بار یه استبداد پهلوی رفته، استبداد فقاهت اومده. این بدترینه، این خشونت رو باید از جامعه بره بیرون. یک بار باید بشکند در حوزه های علمیه آقایونی که قدرت ما فوق انسان دارن، این باید ازشون گرفته بشه. اگر تو دارای علم و تقوا هستی، استاد دانشگاه هم دارای علم و تقوا هست، چرا اون نداره اون قدرت مطلقه تو رو؟ برای که این باید بشکنه در جامعه. آقای خامنه ای رو یا رهبر رو در ایران که شما هم چند اصلش رو راجبی صحبت کردید و به درستی، دارای اختیارات فوق هر شهروندی است که بیدن مطلق است. ایشون در مقام اول فرمانده کل قواست در ایران، یعنی نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی در سطح شهر، نیروهای امنیتی، همه رو این انتخاب میکنه. رؤساشون چیه؟ نوع عملکردشون ایشون مشخص میکنه. پس این در درجه اول. دوم اینکه یک کار دیگه میتونه بکنه، رئیس قوه قضاییه رو شخصا میتونه انتخاب کنه. وقتی رئیس قوه قضاییه رو انتخاب کرد، آقای رئیس قوه قضاییه الان کیه؟ آقای رئیسی کیه؟ اون کسی است که مردم رو ترسوندن بین بد و بدتر، گفتن وای به روزی که رئیسی بیاد، ایشون آدم کشه، اما اگر آقای روحانی بیاد این ریش بنفش رو فلان داره، یک کلید دستش هست، اینا این نمی کنه اون کار رو. با اینکه آقای روحانی رئیس امنیت ملی بوده سالیان سال، در تمام جنایت هایشون باید حکم میداده، موافقت میکرده یا دستور میداده. آقای رئیسی الان شده رئیس عدالت خانه ایران، کسی که مردم به خاطر جنایت هاش قبولش نداشته. خب شما باز درست گفتید، 12 نفر باید انتخاب بشن برای اینکه یک شورای نگهبانی درست بشه. 6 نفرش که رهبر خودش انتخاب میکنه، 6 نفرش هم میده رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه. حالا به شکلش کار نداریم چند نفر رو پیشنهاد کنه، در عمل 12 نفر. این 12 نفر کارشون چیه؟ بگن کی میتونه رئیس جمهور بشه، کی میتونه نماینده مجلس بشه. همون شده رفت از قبل مشخصا خدمتون عرض کنم، سامانه رو باید نگهدار بشن. اگر این سالا برمیگردم به صحبتم که سامانه رو چه شکلی میتونیم تغییر بدیم، این سامانه رو نگه دارن. چرا اینا رو درست کردن؟ ببینید شما دیکتاتورها هم بزک میکنن، بزک دموکراتیک میکنن. شما یه استبداد داریم، مثلا در ایران میگه ما هم مدافع حقوق بشر هستیم، از بالاتر از اینا حقوق بشر اسلامی، بزک میکنه. آقای روحانی چیکار کرد؟ مگه قوانین حقوق شهروندی رو ننوشت؟ یک بار شده بیان بگن به استناد این حقوق شهروندی ما باید عمل کنم؟ نه نمیکنن. اینا بزک دموکراسی است، انتخابات هم بزک دموکراسی است. چون شهروند ایرانی شهروندی نیست که هر گونه خشونتی دیگه بپذیره. 3 بار انقلاب کرده. شما تو این دنیای ما نگاه کنید، 100 سال یه ملتی 3 دفعه انقلاب کنه. یه وجدان خیلی قوی پیدا کرده نسبت به خشونت، زور، استبداد. این به خاطر نگه داشتن مردمی که آگاه شدند. باید بگه من یه ارتش دارم، یه سپاه. چرا سپاه روز اول درست کردن؟
برای اینکه نهادینه بکنن قدرت خودشون رو. البته دوران موقت پیشنهاد کردن که سپاه درست بشه، دادگاه‌های انقلاب درست بشه، بسیج درست بشه، گفتن ارتش رو منحل کنیم، یک ارتش مردمی. ولی این رو تصور نمی‌کردن اول باید یه جامعه مردمی درست بشه، یه دموکراسی پایه بگیره تو براش ارتش مردمی درست کنه، مثلا مثل سوئیس یا مثلا مثل آلمان. ولی وقتی شما نداشته باشی، این ابزار میشه برای اون کسی که قدرت بیشتر داره. همین هم شد، اینا هر دو رو نگه داشتن، با یکی دیگه رو که ارتش باشه رو بسیار ضعیف کردن و بر قدرت الان موندن. بسیج و بقیه رو هم تو نگه داشتن. پس آقای رهبر الان بر مجموعه قدرت حاکمه. از سال 76 به این طرف سلسله در الان بر سر قدرت حاکمه. خب مصوبات مجلس هم باید بره کجا؟ در اون شورای نگهبان. اگر که موافق نبود، خب کسی راجع به اینا حرف نمیزنه تو ایران. چرا حرف نمیزنم؟ برای که اگه من دوزاریم بیفته که من رفتم به اصلاح طلبا رأی دادم، ولی اگه اینها یه کاری هم بخواهند بکنن ضد اون سامانه دو مرتبه که بخواهن اصلاحی بکنن به نفع مردم، اینا میرن جلوشو میگیرن، میگن نه بی خود کردی. تازه یه چیزی فراتر از اونم هست، مصلحت نظام. من چندین جلسه فکر کنم اینجا هم راجع به مصلحت تو بچهای قانون صحبت خیلی کردم. یا شما مصلحت دارید یا چی دارید؟ حقیقت دارید. چیزی غیر از این که نیست که. اگر حقیقته چرا اسم شما بذارید مصلحت؟ حق حق دیگه. مصلحت یعنی چه؟ میگیم به مصلحت ما نیست که این حرفو به فلانی بزنه، بلکه میخوام پنهان کنم ازش. بلکه یه چیز ناحقی توش هست که اگه بگیم خیلی واویلا میشه، یا طرف به تاراج قباش برمیخوره، یا هر چی دیگه اوزار میزه و میگه فعلا مصلحت نیست. اگر عملی بخواد انجام بشه در مجلس که این عمل سامانی نظام رو زیر علامت سوال میبره، میره تو اون سیستم. آقای اینا کی درست کرد؟ آقای رفسنجانی. وقتی که آقای رفسنجانی از مقام بالاش اومد پایین، گفت یک شورای مصلحت نظام ما درست کن، خوشم شد رئیس. بعدم گفت تعداد زیادی نمیخواد، بعد 200 آدم براش استخدام کرد، بعد براش بودجه گذاشتن، کارش شد چی رفسنجانی؟ هر کاری که بخوان بکنن از ما میگذره و ما اگه خوشمون نیامد میگیم نه. یه فیلتر اضافه بر فیلتر. تمام این فیلترها اینه که نظام رو نگه داره. یه قاعده داره قدرت، تقسیم به دو، حذف یکی. از روز اول تا به حال در این سیستم همه کار کرده. در نظام شاه هم همینطور بوده، اونم تقسیم به دو میکرد. کسانی که موافق نبودن که اون سامانه بمونه یا باشون مشکل پیدا میکرد، حذفشون میکرد. اون الان خاطرات های زیادی هست که وقتی بخونین میبینه آدم که یک به یک به تشخیص شخص خودش هر کی با سامانه نمیخورد و حذف میکرد. حالا در این سیستمی که الان ما هستیم، ولی فقیه فقط این نیست که این قدرت رو داره، که یه قدرت اقتصادی داره. میگن بین 30-35% اقتصاد ایران مستقیما در اختیار ایشونه، یعنی از حوزه های علمیه، آستان قدس رضوی که بسیار آستان خیلی ثروتمندی است و قدرتمند، به اضافه بنیادهای ششگانه که اون موقع که رئیس بنیاد مستضعفین آقای چیز بود، کیه الان اسمش یه دفعه از ذهنم، بله؟ عسکر اولاد نبود، آقای که قبل از انقلاب هندونه فروش بود، بعد از انقلاب ورشکسته شده اومد، بعد شد رفیق دوست. آقای رفیق دوست، بله، گفت که بزرگترین شرکت اقتصادی جهان. حالا من علاوه وسعتش میگم و ما 30% اقتصاد کشور دستمون و از این حرف. امروز که نگاه کنید مجموع درآمدی که آقای خامنه‌ای داره به کسی پاسخگوه؟ نه. سال یه دفعه اینا رو لیست میکنم میدم به مجلس، مثلا مجلس بگه که میدم به وزارت خونه ای؟ نه. اصلا دستور مستقیم خامنه‌ای بود که بنیاد مستضعفین از دادن مالیات معافه. یه چیز وحشتناکیست برای اقتصاد یک کشور. حالا شما چه میگید چرا مثل کشورهای دیگه ما قوی نیستیم؟ برای اینکه فسادی که در این سیستم هست امکان رشد نمیده. با تمام این صحبت‌ها که می‌کنیم، برای اینه که بگیم که مردمی که میرن رأی میدن با تشخیص خودشون نیست که رأی میدن،
رأی بین بد و بدتری میدن که هر دو دیگری برای من انتخاب کرد. مثل که من دو تا پلوور هست، دوتاش یه شکله یه جور با دو تا مارک مختلف، هر کدوم رو انتخاب کنم یه تولید کننده برای من تولید کرد، مارکاش فقط با هم فرق میکنه، یه جنسه. این سیستمی است که در اختیار ما گذاشته. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که بگیم تحریم میکنیم برای اینکه من از حق انتخاب محروم هستم. و بعد از 4 دهه امروز الان مردم ایران در این انتخابات شرکت نکردن. در 2 روز گذشته، یعنی روز جمعه شب که اخبار زیادی اومده بیرون، شنبه و امروز صبح، اطلاعاتی که میده بین 12% فوقش گفتن 25%، اونا که خیلی خواستن خوشبین برخورد کنن. حتی فرماندار تهران زیر 18% عنوان میکنه کسانی که اومدن، چقدر کاغذ، من کار حالا اونا رو میگذاریم که چقدر تقلب کردن، چقدر دزدی کردن، صندوق رو دزدیدن، تو دفتر فرماندار هست، اونو کجا دزدن، کاغذ ها رو مینویسن، اینها رو دوره های قبل هم بوده. یک چیز هم فراموش نکنیم، کروبی یک دفعه عنوان کرد زمانی که رئیس مجلس بود که یه قاعده تو ایران هست، هر چی رای میشه ضرب دست 3 میکنه و فیلم رو به من و شما میفروشن، فیلم های صف های طولانی که جدیدن هم یه عکسی مثلا اومده، حالا صحت چه کار ندارم ولی به صورت شوخی هم درست میگن که میگه که عکس این کسی که شما چاپ کردید که رفته این پیرمرد رای داده، این 2 سال پیش پدر بزرگ من فوت کرده. خب عکس قدیمی شما میذاری، خب شما دنیای اینترنت و دنیای مونتاژ دیگه، شما عکس این دفعه شما یه چیز جالبی است که بگیم شرکت نکردن. امسال در 22 بهمن سالگرد انقلاب، من دقیق محاسبه کردم کسانی که در میدان آزادی برای سخنرانی آقای روحانی رفتن، اوجش اینه دیگه، همه رو جمع میکنن ساعتی که هستن، و کسانی که از تو خیابون آزادی دارن میان به طرف میدان، بین 12,000 تا 15,000 نفر بودن. شمارش کردم، یعنی دقیقا جدول بندی کردم، حساب کردم این جدول 100 تا 100 تا 100 تا چقدر میشه، محاسبه کردم دم فوقش 12,000 تا 15,000، یعنی اوج صحبت آقای روحانی. این سالگرد انقلاب است که این رژیم تمام نیروهای خودش بسیج میکنه، چند روز بعدم انتخاباته، اینا با هم هماهنگی داره. 12 تا 15% یا 20% یه جامعه، یعنی که یک مجلس بسیار بسیار ضعیف رو مردم ایران برای اولین بار تحریم کردن و گفتن نه میگیم. حالا یه عده میگن که آقا نگفتن که فایده نداره، مخصوصا سالیان سال اصلاح طلبا به ما میگفتن که آقا باید بالاخره در انتخابات و شرکت که انتخابات حق هست فلان. نه، انتخابات که خدمتتون عرض کردم حق نیست، یک وسیله است برای رسیدن به حق که حق انتخابه، که اون من اون حق انتخابو چون ندارم، این وسیله هم وسیله مشروع نیست. رأی ندادن یعنی من قبول ندارم، یعنی رأی دادن به عدم اعتبار این نظام، به عدم اعتبار این نوع رأی‌گیری. این امر بسیار مهمی است. ملت شرکت کرده گفته میبخشی 3 ماه پیش جوانای منو میکشی، خونه های مردم رو آتیش میزنی، بانگا رو آتیش میزنی، هواپیما رو میندازی، بعد یه شو درست میکنی بسیار عظیم که امکان داره 20 سال دیگه اطلاعات پنهان آمریکا که هر 20 سال یا 50 سال میدن بیرون بیاد بیرون که این زد و بند پنهانی بود، تو من از تو میزنم سلیمانی، تو هم بیا پادگان منو بزن. هیچ کس هم تو دنیا راجبش حرف نزنه، یه چیز خیلی عجیبی سا. گفتن ایران جنگ آمریکا ایران شروع شد، یا آقای ترامپ میگه نه البته من نمیخوام جنگ بکنم، فقط یکی رو کشتم، چه نیازی داشت که سلیمانی رو بکشه؟ و ایران باید موشک بزنه در پادگان خالی؟ کی گفته پادگان رو خالی کنه که هیچ کس توش نیست؟ اینا یه سوالاتی است که حالا چون اطلاعات دقیق نداریم نمیتونه بپرسه. مهم اینه که جامعه نپذیرفته، ولی آیا این آخر کاره؟ به نظر من اول کاره. این جامعه جوان ایران در این تظاهرات چند ماه گذشته و در دوره قبل 2 سال پیش هم اینو تکرار میکرد، میگفتن نترسید نترسید، ما همه با هم، یعنی مردم خودشون به هم میگفتن، بعد شعار شد بترسید بترسید ما همه با هم هستیم، چون ملت همبستگیشون بیشتر شد.
این شعار همه با هم هستیم رو جامعه در کل کشور از روستا و غیر روستا گفتن که ما با هم هستیم. یک بیان مشترکی درست شده که در دو جنبش گذشته نبوده. این یک بیان مشترکی است در عدم حرف زدن با هم دیگه و شعار دادن نمیرم پای صندوق. همه جا رو خلوت میذارم. این یک وجدان بسیار قوی است که یه جامعه از خودش نشون داده. ولی اگر بخواد به همین بسنده بکنه کافی نیست، چرا که الان 76% مجلس رو 5.5% اصولگرا اصلاح طلبا گرفتن، اصولگراها اومدن 76%. کیا هستن؟ یک آماری دادم بیرون از یه بخشی از اینها که اینا همشون فرماندهان نظامی هستن که بازنشست شدن یا رفتن یا هر چی دیگه، الان اومدن میخوان مجلس رو در دست داشته باشن. در حقیقت در ایران سپاهه که داره حکومت میکنه، سپاه بر همه چیز حاکم است. آقای خامنه ای در مجموعه قدرت سپاه برای ماندگاری این سامانه عمل میکنه که چیز خراب نشه. حالا این نمایندگان فعلا اصلاح طلبارم رد کردن، درسته نه؟ یعنی تقسیم به دوه، تحمل این بخشو نمیکنه. اگر این نظام بمونه 4 سال دیگه میبینیم که در مجموعه کسانی که در مجلس الان هستن اونهایی رو هم که خوشش نمیاد اونها رو میرزه بیرون، کسانی میاره که این سامانه که دزدی میکنه، فساد میکنه، راندخاری میکنه، براش مهم نیست چقدر گاز میپوشن، نفت میپوشن. ایران تحریم هست نیست، موضوع اصلیش ماندگاری بر قدرته. مردم ایران الان 60% زیر خط فقر هستن، اگه بشن 80% ککشون رو نمیگزه. براش مهمه که من بر سر قدرت بمانم. مردم این تحریم رو و این همزبانی و همدلی رو باید به فال نیک بگیرن و اعتراضات خودشون رو علنی کنن، چون تا زمانی که اعتراضات علنی نشه استبداد نمیگه من میرم. خدمتون عرض کنم مردهای مستبدی که به زنهای خودشون اذیت میکنن هیچ کمشون باور نمیکنن این زن یه روزی چمیدونش بنده میره. میگه نه میمونه، چون خانمه هم نرفته. هرچی اذیت میکنه خانمه میگه دیگه تحمل نمیکنم. ما میگه نه این برو، میدونم نمیره، به من وابسته است، بدون من مگه میتونه زندگی کنه؟ چون خودش قدرت محض میدونه. یه روز میاد میونه خانمه نیست، میگه عجبا چی شدی هوول کرد رفت، در صورتی که 10 سال داره تکرار میکنه، میگه دیگه نمیشه. جامعه موقع بیان میکنه ولی استبداد نمیره، برای که هنوز جلوش کشی معترض کامل نیست. این اعتراض رو در جامعه ما باید ادامه داد کرد، یک اعتراض جدی به این نظام. الانه که همزبانی درست شده تفاوت عمده میکنه با خودش. البته جنبش یک تجربه بسیار خوب کرده و اون این که فهمیده یک جا نرم تظاهرات. این دفعه آخر گفتن بیش از 150 نقطه تهران تظاهرات بود. خب این نیروی انتظامی نمیدونه کجا بره کیو بگیره، چون شما پخش کردی قدرتو، هر کسی به راحتی میتونه شرکت کنه و اگه مسئله شد به راحتی فرار کنه، مثلا بره خونه‌اش دو مرتبه فردا دور هم جمع بشن. امید که مردم ایران کوشش بکنن برای رسیدن به یک دموکراسی که حق تعیین سرنوشت داشته باشن و در این حق تعیین سرنوشت در حقیقت جامعه ایران نیاز به یک قانون اساسی داره که تمام این قانون اساسی از حقوق باشه. شما یک تعریفی دادید از سیاست که رسیدن به قدرته. این تعریف، تعریف سیاست از دید قدرته، در صورتی که از دید آزادگی یک عده مسئولیت پیدا میکنن که روابط رو به گونه ای تغییر بدن که جا در خدمت حقوق مدار بودن یا شدن مردم باشن. پس بنابراین وظیفه اصلی اینه، ما خواهان اون باید باشیم، نکنه دو مرتبه از چاه در بیام تو چاله بیفتیم ما، نکنه بگیم از یک استبداد به استبداد دیگه میریم. من واقعا متاسف هستم، مخصوصا برای نسل جوان از این بابت که میگه رضای پهلوی خیلی خوبه. ایشون نه یک تعریف میده، نه یه واژه میگه، نه اجازه داری ازش سوال کن. چرا نداری؟ برای که حرفایی که میزنه مال خودش نیست. اگر ازش سوال کنه باید توضیح بده، نداره بده.
برای هیچ چیز تنها چیزش که هست میگه که من جدیداً رفتم نشستم با سران آمریکا فلان سناریوها گفتم که با سپاه چه بکنیم، به اونا چه کار داره که مگه آمریکایی‌ها میان از ما بپرسن تو این جلسه مثلا بگید ما با ارتشمون چیکار کنیم؟ هیچکس سوال از ما پرسیده؟ نه. ما به اونا چرا بگیم که بیا در امور ما دخالت کنی نکنیم؟ ما راه حل داریم، طرح داریم، برنامه داریم، خودمون هم ملتی هستیم بسیار باشعور در اینکه آینده خودمون رو خودمون تعیین کنیم و برنامه ریزی کنیم و به این کار ما توانا هستیم. امید که با کوشش همگان هر چه زودتر استبداد دینی حاکم بر ایران از بین بره و یک تحول عظیم در ایران و در منطقه، یه چیزی که ما ایرانی‌ها فراموش می‌کنیم، ما الگوی منطقه هم بودیم و هستیم. به مجرد که ایران بره تو خط دموکراسی و یه تحول به وجود بره، مثل یه قلبی تو اون منطقه میتپه و یک تحول اساسی رو ممکن میکنه و ما به این کار من که اعتقاد 100% هم توانا هستیم و امید که هرچی زودتر به این برسیم. خیلی ممنون از وسیله شما.